بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان قدر تلویزیون آریانا و خوب برنامه چراغ هدایت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند که خوب و جور و سر حال باشید. ما و شما در ماه حج قرار داریم. و خصوص دهه که ما شما قرار داریم از فضایل خاص برخوردار است چون آمد, آمد آمد, عید هست اما قبل از آن عرفه وجود دارد این روزها رو روزهای خجسته هست روزهای قبولیت دعا تلفیق مشروع و تلفیق ممنوع چیست؟ توجه فرمایین با سخنان عالمانه استاد امان الله احمدی در همین نوع بسم الله الرحمن الرحیم دوستای عزیز به ادامه صحبت های ما در مورد خطاها و اشتباط حجاج بعضی موارد تذکر میتم خدمت دوستای عزیز ما که امیدوار که هم که در حالت ادای حج هستن و به حج هستن کسایی که سالهای آینده میره متوجه باشن که این موضوعات متوجه باشن چرا حج عبادت است عبادت توقیفی می باشه از خود چیزهایی را ما اختراع نکنیم ما وقتی که به حج میریم اونمو معلم و رهنمایی که به ما چیزهایی را که میگه متوجه از امون باشه یا بعضی کتابای رهنما نزد هر حاجی کتاب رهنما می باشه خب ایرم هم امیدوار هستم دوستای عزیز ما کسایی که در رأس حجاج هستن معلمین هستن کشکنن است، از اختلافات که عوام در شک مندازه از اینا جدا پرهیز کنن برشان اگر مذاهب هم بیان میکنن با دلیل که برشان بگن مثلا کسایی که میره اینجا اکثر از افغانستان میرن پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله مطابق به فقه احناف برشان رحنمای حج توضیح شده اونا رو متوجه بسازه که مطابق به میره رحنما شما حج کنین و بعضی جاهای ضرورت ها سوال این را می به دوستای عزیز ما بگویم باز به با این اشتباهات و خطاها میریم. اگر بعضی جاها ضرورت است که در اونجا فقه مقارنه ها که علمای ما اهل علم ما امیدوار است معلمین در بخاطر که در خاطر رهنمایی حجاج هستند کسایی باشند که اینا دید وسیع داشته باشند تعصب در یک مذهب نداشته باشند بعضی حالات است انسان میتونه از رخصت مذاهب استفاده کنه که اهل علم میفهمند تلفیق به دو قسم است و زهیلی در الفقه الاسلامی میگه که تلفیق مشروع و تلفیق ممنوع تلفیق مشروع امو رخصت است که استفاده از رخصت است که روی ضرورت است ممنوعش رو که باز به خاطر اتباع هوا و خواهشات نفسانی است لیکن تلفیق مشروع مثال شما مثلا در کسایی که میرن در عرفات حالا گرچه امکانات زیاد شده شب ببخشید در مزدلفه یک تعداد زنایی که سنشان مثلا بالا سال خورده است یا مطلق در حدیث برای زنها برای اطفال رسول الله صلی الله علیه و اجازه داده که اینها پیش از اینکه که صبح کنند در مزدلفه اجازه از برشان که اینا حرکت کنند برند به طرف منا این دیگه مذاهب جایز میدانند اما احناف اینجا باست میگن که ای باید شب باشن در صبح وقوف در مزدلفه هم باز حرکت کنن. اینجا اگر یک کسی برش ضرورت پیدا میشه یک کسی که خوف از داره که شب باشه مشکلش زیاتر است مریضی است یا یا یک یک ضرورتی است نظر به حدیث اینجا برشون اجازه داده شده اینا میتونن مثلا که مو شب شب حرکت کنن آیسا ایسا تا که برسن مثلا تا وقت نماز و صبح در جمرات در منا این حال ای یک مثال برای دوست عزیز ما گفتم بیا بس عزیز که در عرفات جمع بین سلاتین میشه دو, دو نماز جمع میکنن نماز ظهر با عصر اونجا میبینیم گاه گاهی بعض اختلافاتی که پیدا میشه بعضیا ها میرن در خیمه های خود میگن نه ما جمع بین صلاتای نمی کنیم خوبی را اگر علمی بحث کنن خوبتر است نسبت به اینکه که چون حج خودش مظهر وحدت مسلمین است اگر در اونجا ما اختلاف کنیم در عرفات روزی که دعا قبول میشه در وقتی که اونجا ما عشق بریزیم دعا کنیم لیکن اگر در اونجا بشینیم اختلافات کنیم یکی یکی را رد کنه و گپ ازور رد کنه و جنجال شه و مشکلات شه دیگه بازی حج حج نیست نظر به موعد که پیشر در برنامه قبلی خواندیم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج این علمی بحث کنن ولی عوام در شک نندازن عوام تابع امو فتوای مفتی و عالم خود باشه چون امو قولم که معروف است که عوام مذهب نداره به این که مفتی و عالم نظره که برش میتن. به این که علما اینجا باید مو وحدت خود حفظ کنن بحثشان بحث علمی باشه ای که نزدهناف گفته که وقتی جمع بین سلاطین میشه که در پشت سلطان یا نایب سلطان که حالا ما امامی که تعیین میشه از طرف خود دولت عربستان سعودی است در مسجد نمیره در اونجا که میرن باز جمع بین سلاطین کنن در غیر از او باز نظر احنافی است که اگر باز اختدا میکنن باز جنب بین سلاتین شد یک مسئله اختلافی بعضی میگن که مطلق جنب بین سلاتین شد این شا. ای بحث خواهش ما ایست از دوستای عزیز ما از اهل علم و معلومت که علمی بحث کنن و در اونجا مردم در اختلاف نه اندازن اختلاف هم میکنن با اهل علم بحث میکنن بحث علمی کنن بازم شما را دوباره خوش آمدید میگم در بخش دوم حال حدیث حضرت فخر المرسلین را داریم رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمایم. از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود عناصری که مانع حج میشد کدام هست؟ کدام عوامل مانع میشد که ما حج نرویم؟ ارشادات چند در همین مورد از دکتر سهیم محمد داوود نسیمی را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم شکر و ستایش به الله متعال و, و درود و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و علی دوستان عزیز ما شما سلسله داریم راجع به هج و در برنامه گذشته صحبت کردیم که بعضی ها حج نمیره به خاطر یا تال میتن هج دادن به خاطر بعض دلایل مثل کمک غریب و بیچاره که تشریح کردیم که اسلام قبلا غم غریب و بیچاره را خورده یک دیگه ادعای دیگه که معمولا بسیار کسا میگه که حج نمیرم میگی چرا هج نرفتی تال میگه خدا نخواسته خدا نخواسته یا خدا نخواسته هر وقت که خدا خواست باز من میرم یعنی بازم گپی که میزنن طبعا از نگاه شرعی و اسلامی معلوم داره اگه خدا نخواسته باشه هیچ کار نمیشه یعنی ما یک دست خودم بالا کرده نمیتونیم اگه خدا نخواسته باشه از نگاه از که خواست خدا مهم است و شرط است بله این خوب بسیار مهم گپ است اما در حقیقت و در اصل که ببینیم سر از فکر کنیم که اگر خدا نمیخواست آیا ایره فرض میساخت سر ما آیا حج سر ما فرض میساخت که اتمیس و ضروری فرض یعنی جبری حتمی ضروریه. اگه خود مسلمان میدانی یک چیزی که میگه فرض است یعنی سرت حتمی است لازمی است یعنی اگر ما خداوند نمیخواست چطور که سر ما فرض ساخته یعنی حتما خداوند میخواد مسلمان ها را که حج انجام بدن لذا امی معنای فرض است دومی که بله در حالات استثنایی واقع میشه که یک کسی میخوای حج بره اما به اصطلاح یا قریش نمیبره یا مشکلات دیگه پیدا میشه و یا ایس که دفتن فیسیش گم میشه یا یک نفر دیگه مشکلات دیگه سبب میشه که یه حج رفته نمیتونه این حالات استثنایی است و همچنان یک حالت استثنایی دیگه است که یک آدم هیچ در فکر حجام نیست و دفتا یک کسی میگه بیا که حج بریم یا ده فکرش میگره میگه نه اردو حالات آلات, آلات استثنائی است به آلات استثنائی ما شما باید متکی نباشیم به صورت عموم وقتی که الله حج فرض ساخت مانایش ایست که کلگیره میخواید که حج کنه و باید ما کوشش کنیم در, اقدام کردن برای حج البته اگر اقدام کردیم و باز حج ما رفتن ما نشد با وجود که اینکه مخلصانه کوشش کردیم دیگه باز پیش الله گناگار نیستیم و برالا و اگر چیز واقع شود که بین این و دیگه حج خدا ناخست از دنیا بریم باز خداوند میفهمه که ما یادم نیت حج داشت دیگه حج برای ما انشالله حساب میکنه از قلب ما از نیت ما میفهمه ولی به باید انسان خودش یک مسلمان خودش برای رفتن حج اقدام کنه و اینطور بهانه به نکنه که هنوز خدا نخواسته یعنی هیچ وقت اقدام هم نکنیم هیچ در فکرش هم نباشیم بگویم خدا نخواسته این خوب یک نوع بحانه گیریس باید اقرار کنیم یک ادعای دیگه که بعض مردم میکنه و حج نمیره میگه بسیار قرضدار هستم البته قرضه ها معلوم دار انواع مختلف داره قرضه هایی که از نگاه شرعی باید ما و شما منعیس مسلمان از قرضه دوری کنیم و قرض نگیریم تا که بسیار مجبور نشیم متاسفانه در بعض ممالک غربی و غیره بسیار تشویق میکردن که هر کس قرض دار باشه و بانک ها همیشه به با بانها و های مختلف بر انسان قرضه میده. که الازی بخره او بخره هر چیز و قرض بر انسان میته و ما باید زیر تاثیر از اونا نریم ولی که در کشور ما هم امروز این قسم کوشش ها جریان داره همیش باید آدم از قرض دوری کنه تا که بسیار مجبور نشه و اگر قرض گرفت هر چیز زودتر باید تو قرض بپردازه یعنی تو نکنه که قرار قرضدار هم است و دیگه مصارف کرده بره ولی قرض خود نتا چرا بانکای که مخصوصا سود میگیرن اینا اینا خوش هستن که آدم ها برای سالهای سال باشه چرا از طریق از او اینا سود گرفته میرن و هم گناه برای یک مسلمان میشه که سود میته و هم پیسه بسیار زیادتر باید بده در سود اینا تا که قرضش پوره شود یعنی یک مسلمان باید کوشش کنه که چیز زودتر از قرض خلاص شود و البته قرضایی که در ممالک غربی یا برای اوقات که مجبور میشه مسلمان که قرض بگیره مثلا یک خانه که باید بخره بسیار مشکل است که نقد داشته باشه برای خانه خریدن دیگر اکثر علما اجازه دادن که در ممالک غربی اگر کس مجبوریت داره که خانه باید بخره دیگر اگر قرض میگیره باز قرض میگیره ولی بعض جاها است که به اساس ادایات شرعی قرض میتن و بعض بانک های دیگر هم اگر قرض میگیره باید هر چیز زودتر و قرض خود بده یعنی شرایط قرض در او حالات فرق میکنه شرایط قرض در بانک ها یا معمولا اینطور است که میگه تنا برای من ماوار یا قسط می تبرد که نمیقه پیسه دیگه دلت که میلیون دلار داری دلت که ارت پیسه در جای مصرف میکنی میگه به من قرض نیست متنا ماوار یعنی برای من تادیه کو برای چند سال سی سال 20 سال آینده یعنی yani, شرایط قرض فرق داره و در دا این صورت ها ما از حج مستثنا نمیشیم حج بازم سر ما فرض است مثل که به دیگه سفرها میریم مصرف میکنیم میتونیم حجم انجام بدیم ولی اگر قدرت دادن قرض داریم بله باید در این صورت ایواز حج اول قرض خود بتیم و اگر مخصوصا که قرض است که منتظر هستن برای ما که باید قرضشان را پس بتیم و از اشخاص گرفتیم دیگه باید که اول قرض را بتیم و از قرض که خلاص شدیم بعد از او حج سر ما اگر دیگه مقدار کافی پول داشتیم و در دا صورت حج سر ما فرض میشه که انجام بتیم. که بسیار مسئله مهم است که یعنی بعض است که بله میتونه ما را مستثنا بسازه بعض قرضا نمیتونه ما را مستثنا بسازه تشکر که تا این دم بینندگی برنامه ما بودید در اخیر نعتی را داریم با نشر همین نعتیه ما هم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم خدایا با آب و هوای مدینه با نور وزور و صفای مدینه خدایا با آب آب خوش آگون بده سبز سردار عالم خوشا جلوه جان فضای مدینه بنور نور وزور صفای مدینه خدایا با خوش آمد شده پا که صدیق اکبر که جانش بود آشنای مدینه خدایا باب و هوای مدینه خوش پا کہ فاروق اعظم که عدل جبو عدرا گشائے مدینہ خدا یا بابو هوای مدينة. خوشان زمینه که از جسم عثمان حیام کند از حیام مدینه خدا یا بابا هوای مدینه خوشا بل خوین کشور باستانی که خفت از تو شیر خدای مدینه بنور وزور و صفای مدینه خوشا دی جان شیرین خوشای دریگر دی جان شیرین با شوق که داری برای مدینه بنوره نور از صفای مدینه خدایا با آب و هوای مدینه بنوره نور صفا مدینه سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ای ما بودید اگر میخواهید که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار دهید